این فراخوانی مسئولان نهادهای امنیتی در نشست روز یکشنبه مجلس سنا از بهره رویداد حمله بر ساختمان ریاست امنیت رجال برجستی سیاسی است. مسئله به مجازات کشاندن تروریست ها و مجرمین در شورای امنیت ملی افغانستان به عنوان خط سرخ مردم افغانستان بس شد. بار بار از طرف رهبرا و بزرگای افغانستانی مسئله مطرح شده، اما متاسفانه نه دولت پیش نه دولت کنونی به این توجه نکرده و این موجب جسارت بیشتر دشمن شده. دلته سونیم گلچایو جناب رئیس یو خپل ساز دغه مربوطه رئیسیت چې موږ د معلومات پر اساس دا خلک باید مسله را غوښتل سی وای دا کوم دلته چې یو غونډه نیول سوی ده یا تپشیش کیږي هر شی کیږي دې ټول خلکو ته هدایت ورکول سوی چې تاسو باید غیر مسله راسی. زموږ د افغانستان ولسونه ښځې او ماشومان په شهادت ورسیږي، وروسته هغه بیا تاسو لاس په کار سی او لاس ته پاکستان و خواته ونیسی. هرچند گفته های سرپرست ریاست امنیت ملی در این مجلس سری اعلام می شود، اما وزیر امور داخله می پذیرد که در بخش استخبارات این وزارت مشکلات وجود دارد. ما به شما اینمیجا وعده می تم، به مردم افغانستان وعده می تم، آنچه را که ما پروگرام داریم مطابق به قانون و مقررات در همه موارد ما بر شش رو اگر ما پلیس افغانستان اصلاح نکدم، او اراده را که ما دارم موانعی که سر رای ما نباشه وجود نداشته باشه، ما در جوابگوی همه مردم افغانستان هستند. اما ای که جلوی حادثه گرفتن شد، همه ارگان های امنیتی در این مشخص حادثه ناکام است بدون شک. اما این ناکامی معنای از این نداره که ما شما در همه امورات امنیتی ناکام هستیم. در رویداد حمله بر ساختمان ریاست امنیت رجال برجستی سیاسی 64 تن کشته شدند و در حدود 347 تن دیگر زخم برداشتند.